أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا عرض ادب و سلام و احترام محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی عرض کردیم که خداوند متعال که وجود بی نهایت هست و بی نیاز از همه چیز، چرا ما رو آفریده؟ اون که باعث شد که حضرت حق بیافریند رحمت حضرت حق. چون بی نهایت است رحمتش هم گفتیم بی نهایت و وقتی رحمت بی نهایت داشته باشه لازمه ی رحمت بی این است که فیض برساند و ببخشد و باید از آنچه که خودش هم داره ببخشه از حیات و زیبایی و قدرت و دارایی و علم و آزادی و اون الفت و مهر و محبتش اما بخششش هم باید بی نهایت باشه این طور نیست که حضرت حق کم ببخشه اگر کسی گمان کند که حضرت حق فقط میخواد به ما یه مقداری از قدرتشو بده یه مقداری از حیات یا زیبایی بده درباره حضرت حق گمان بد برده و خدا را محدود دانسته و این خودش گناه بزرگی است و خدا خودش به ما میگه شما باید به من درست نگاه بکنید هرچه که ما درکمون و شناختمون نسبت به خدا بیشتر باشه ما امیدمون نسبت به عطای حضرت حق بیشتره کسانی که حضرت حق رو درست نشناختند گمان هم نمیکنند که خدا چیزی بهشون بده ولی وقتی ما میدونیم که خدا بی اون وقت میتونیم بگیم و باید بگیم که خدا به همه ما چک سفید امضا داده چک سفید امضا در وجه هر انسانی خدا کشیده نه تنها حالا یه ورق چک نه یه دست چک که همش هم سفید امضاست و شما هر مبلغی که بنویسی او پرداخت میکنه و البته بعد خواهیم گفت که خدای متعال بینهایت رو به صورت کامل در آخرت به انسان میده آخرت یه همون ملکوت اما در همین دنیا هم خدای متعال به ما خواهد داد بخشی از اون چیزهایی که دنیا گنجایش اونها رو داره خدا انشال میده حالا عرض خواهیم کرد خب چون میخواست به بخش ما رو خلق کرد موجودی رو خلق کرد که گنجایش بینهایت رو داشته باشه و این موجود شد انسان و گفتیم انسان اولین مخلوق است قبل از اینکه حتی ملائکه باشن حتی ملائکه از نور این انسان پدید اومدن گفتیم خدمت انسان کامل گل سرسبد عالم هستی است و ما انسان‌های دیگه بذر اون گلیم بگید ملائکه برگ اون گل هستند عالم ملکوت بفرمایید که ساقه اونه و حالا اگر حتی بفرمایید که اجنه هم مثل خارهای این گلند که خار هم نیازه دیگه برای محافظت از گل و حالا اون چیزهایی که در کنار این گل خلق شد همه از توفیل وجود این گلند محور اصلی انسانه و همه چیز برای انسان سخر لکم ما سماوات و العرض این آیات دلالت داره همه چیز رو یا باز بفرمایید حدیث قدسی داریم میفرماید خلق تل اشیاء الک همه چیز را برای تو خلق کردم و خلق تو کل اجلی و تو را برای خودم برای خودم یعنی چی نیاز به تو داشتم نه برای اینکه تو را مثل خودم کنم حالا ما میگیم بعدا آیات رو خدمتون تقدیم میکنیم آیات قرآن هم دلالت بر همین داره بنابراین انسان موجودی است که ظرفیت بی داره در تعریف خدا گفتیم خدا وجود بی است در تعریف انسان چی بگیم در تعریف انسان میتونیم بگیم انسان موجودی که ظرفیت بی داره یا قابلیت اتصال به بی داره یا بفرمایید موجودی که بذر بی است کی از این بهتر انسان موجودی است که بذر بی ممکن ممکنه که ما تعریف انسان رو در منطق در کتاب‌های منطقی اینطوری خوندیم که مثلا انسان حیوان ناطق است این تعریف منطقیه البته حیوان اونجا به معنای این حیوان اصطلاحی نیست این حیوان به معنای موجود زنده است حیوان موجود زنده ای که حالا ناطق است یعنی چی؟ نه اینکه نطق می‌کند، کند ناطق یعنی مدرک کلیاته مدرک کلی یعنی یک نیروی است که کلیات رو درک میکنه برخلاف حیوان که حیوان نمیتونه از کنار گذاشتن جزئیات به یک معلوم دیگری برسه اما انسان از کنار گذاشتن جزئیات میتونه به یک معلوم دیگری به یک معلوم کلی برسه سقرا کبرا میچینه به نتیجه میرسه استنتاج میکنه این رو میگن حیوان ناطق حالا باز همین هم اگه بخوایم اصلاحش بکنیم ناطق به این معنا که قوهی دارد که درک کلی اون قوه چیه؟ عقل عقل مدرک کلیات اون وقت عقل اولین چیزی رو که درک میکنه چیه کلی وجود بی نهایت عقل کلی وجود بی نهایت رو به راحتی درک میکنه حالا ما این تعریف رو کار نداریم این تعریف منطقی رو ولی تعریف واقعی انسان تعریف حقیقی انسان که ماهیت انسان رو نشون بده حالا ما در قید و بند اینکه حالا این تعریف جامعه باشد بر اساس اصول منطق جامعه همه اطراف باشه و مانع اغیار باشه ما این تعریف منطقی رو نمیخوایم کنیم ما میخوایم برای شناخت مقام انسان اینجا انسان رو تعریف بکنیم یعنی در واقع این بیانی که از انسان میگیم که انسان موجودی است که ظرفیت بینهایت داره برای بیان مقام و جایگاه انسانه جایگاه انسان در بین همه موجودات انقدر بالاست که تنها قدرت اتصال به بینهایت را فقط انسان دارد بله و رشد تا بی را فقط انسان داره یا میتونید اینطور بگید انسان تنها موجودی است که تا بینهایت میتواند رشد کند البته بی هیچ وقت پایانی نداره ولی انسان همینطور به سوی بی نهایت میتونه حرکت بکنه و رشد بکنه و لحظه لحظه لذاتش و کمالش افزایش پیدا بکنه خب انسان برای بقا خلق شده این حدیث از حضرت امیر المؤمنین است در خطبه فرمود ایوه الناس خلقتم للبقا لا للفنا شما برای بقا آفرید شده بنابراین انسان موجودی است همانطوری که خدا ابدی است انسان هم موجودی ابدی است خلقتم للبقاء لا للفنا این انسان خلق نشده برای اینکه چند سال تو این دنیا زندگی کنه بعدم عمرش تموم شد. این انسان که موجودی ناشناخته است از دیدگاه انسان هایی که ارتباط با وحی نداشته باشند اما انسان هایی که ارتباط با وحی داشته باشند نه این انسان موجودی است کاملا شناخته شده موجودی است الهی موجود الهی است که همه ابعاد وجودیش قابلیت اتصال با این نهایت رو داره و این خیلی مهمه خب که ما این انسان رو اینطور نگاه کنیم که قابلیت اتصال با بینه الان شما مثلا دستگاهی داشته باشید که مثلا یک لپتاپ یا مثلا کامپیوتر شما فوری میپرسید یا دوست دارید که اینطوری باشه که آیا قابلیت اتصال به اینترنت رو داره یا نداره اگه دستگاه قابلیت اتصال به اینترنت رو نداشت شما این دستگاه پیشرفته نیست بله حیوانات قابلیت اتصال ندارن ملائکه همینطور اجنه همینطور این تنها انسان است که قابلیت اتصال به این. البته ملائکه و اجنه بعد خواهیم گفت توسط انسان میتوانند توسط خدمت به انسان میتونن برسن. از کانال انسان میتونن برسن به بینهایت بدون انسان اونا هم به جایی نمیرسن گل سرسبد عالم هستی انسان است یا باز بگید انسان موجودی است که قابلیت دریافت صفات بینهایت رو داره انسان میتونه صفاتش مثل صفات حضرت حق بشه چیزی که برای ملائکه امکان ندارد و اون روزی که خدای متعال به ملائکه فرمود انبعونی به اسماء ها ان کنتم صادقین خدا عرضه کرد اسماء خودش رو بر آدم علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه سپس این اسماع رو عرضه کرد بر ملائکه حالا بعد داستان مفصلش رو خواهیم گفت ولی همین قطعه رو میخوام فقط بگم که بعد به ملائکه فرمود این اسمایی که بر شما عرضه کردم بگید به من یعنی نشان بدید که میتونید در خودتون پیاده کنید ملاکه گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ما جز آنچه که تو به ما دادی ما نمیتونیم رشد کنیم و نداریم چیزی در صفات تو نمیتونیم رشد کنیم که داستان مفصلش رو بعدا در بحث انشالله موانع خواهیم گفت خب حالا اما انسان چرا میتواند؟ انسان میتونه همه صفات خدا را بروز بده خبر از آدم خبر از همه صفات خدا داد یعنی چی با زبان خبر نه با وجودش خبر داد که میتوانم توانم همه صفات خدا را در خود پیاده کنم اما ملائکه نمیتونن به انسان میتونه رشد کنه در صفات خدا بره تا نهایت این تنها موجودی است که این قابلیت رو خدا بهش داده و خدا همه صفاتش رو به انسان میبخشه هیچ صفتی رو دریق نمی کنه حتی صفات ذات خودش را صفات ذات خب خیلی مقدسه برای حضرت حق این صفات ذات خب در واقع اگر انسان فکر کنه که ما هم این صفات ذات رو پیدا میکنیم خب شاید اگر وحی نباشه و اگر سخنی از خود خدا نباشه انسان باورش نشه یا باور نکنه که اصلا میشود متصل به بی بینهایت شد ولی چرا باید باور کرد خدا صفات ذاتش رو هم به انسان میده و مثلا یکی از صفات ذات حضرت حق چیه؟ حی است او حی است حی الذی لا یموت است و خدا بشر را انسان را به جایی میرساند که خطاب حی الذی لا یموت میکنه به انسان هم خودش خطاب حی الذی لا یموت میکند به انسان هم به ملائکه میگه که به این انسان اینگونه سلام بدید بگید السلام علی الحی الذی لا یموت من الحی الذی لا یموت و یا عنوان دعوتنامه ای که خدا یا کارتی که خدا بعد از اینکه انسان وارد بهشت میشه عنوان و یا تیترش این جمله است که من الحی الذی لا یموت ال الحی الذی لا یموت خدا این گونه انسان را تکریم میکنه و اینطوری تمام صفات خودش رو اطلاق میکنه بر انسان حتی صفات ذاتش رو بله همه چیز رو خدا میبخشه به انسان همه صفاتش رو جز دو صفت را اینجا جواب اون سوال رو میدیم که مگر نگفتید بی قابل تعدد نیست بی یکی یکیست خب الان هم میگیم ما نمیگیم انسان کاملا بی میشه در همه ابعاد این محال است خدا همه چیز رو به انسان میده انسان در همه چیز مثل خدا میشه جز در دو چیز یکی ازلیت و یکی هم استقلال در صفات ازلیت یعنی چی؟ یعنی انسان نقطه شروع نداشته باشه خدا خودش ازلیست نقطه شروع ندارد و استقلال در صفات هم داره خدا هرچه داره از ذات خودشه از جایی قرض نکرده به جایی متصل نیست از منبع دیگری نیست مستقل در صفات است همه چیز از ذات خودشی خب اما این دو تا صفت در انسان خدا اینا بهش نداده انسان ازلی نیست یا انسان استقلال در صفات پیدا نمی کند خب چرا خدا یا چرا این دوتا تا را ندادی به انسان این یک سوال بزرگه مگر تو رحمتت بی نهایت نیست مگر فیض و بخششت بی نهایت نیست چرا اینها رو به ما ندادی؟ حالا ما سوال میکنیم آیا خدا که اینها را نداد میشد بده و نداده یا اینکه نمیشده بده امکانش نبوده میشده یا نه میشده کی میگه میشده نه آها آه. آه. ببینید یک مثالی رو در اینجا شما من خدمتون ارز بکنم برای اینکه مقدمه باشه برای حل این معضل. حتما شما هم شنیدید در بین اونو جوان ها و جوانها اینطور کلمات و اینطور معماهای های اینطوری زیاده یکیش اینه میگن آیا خدا میتونه سنگ بزرگی خلق کند که نتواند او رو بلند کند؟ چی جواب میدید؟ آیا میتونه همچین کاری بکنه؟ که خداوند خلق میکنه چیزی رو کنه خلق میشه اما تو یک چیزی امکان نداره که مثلا در کائنات وجود داشته باشه و خداوند قادر به برداشتن یا مثلا مشکل این سوال کجاست اینجاست اگر یعنی خدا اگر و یعنی چی از علمی بگید آفرین تناقض توشه خب آفرین تناقض رو ببینید ما چیزی رو میتونیم بگیم که خدا انجام بده که تناقض داره خدا تناقض انجام نمیده که چرا تناقض انجام نمیده آیا میشود تناقض انجام داد و خدا انجام نمیده انا اصلا تناقض قابلیت اینه نداره که تحقق پیدا بکنه ببینید همین مثالم هم تناقض میگیم آیا خدا میتواند سنگ بزرگی درست کنه بله اینجا توانایی داره که نتواند بلند یعنی چی داریم میگیم اگه این زوایایش و جملا کلمات دیگر رو کلمات زیادی رو حذف کنید این میشه آیا خدا میتواند که نتواند؟ یا اینطور بگید آیا خدا در آن واحد میشود که هم بتواند هم نتواند؟ اون تناقض تناقض قابل تحقق و کسی که سوالی که میکنه که توش تناقضه این سوال اصلا جواب نداره میگه تناقضشو حل کن سوال رو بدون تناقض بگو تا بهت بگم اینکه بگی اصلا این خودش قابل طرح اصلا نیست آیا خدا می شود که در آن واحد هم بتواند هم نتواند این غلط این درخواست خب لذا در هر جایی که ما روبرو بشیم با این تناقض باید دست از اون سوال بکنیم چون سوال غلطه درخواست غلطه خب درخواست باید صحیح مطرح کرد حالا ما میگیم آیا می شود خدا به انسان ازلیت بدهد شما میگید می شود می اگر خدا به انسان ازلیت بده ببینید امکانش هست امکان دارد اگر ازلیت بده میشه دو تا نهایت اگر این دو صفت رو بده اون میشه چی؟ دو بینهایت نهایت اون وقت لازمه این که ازلیت داد این که دو تا باشه دیگه دو بی‌نهایت آیا قابل تحقق هست یا نیست؟ پس چون تحقق دو بی نهایت که در همه ابعاد بی نهایت باشه قابل تحقق تحققش امکان ندارد لذا درخواست یه همچین چیزی هم امکان ندارد ببینید خدا ازلیت رو اگه میشد میداد اما چرا نداد چون تحقق این دوتا درباره مخلوق محاله نگاه کنید مخلوق و ازلیت این تناقضه تناقضه بگی می شود خدا یا تو مخلوقی خلق کنی که ازلی باشد تناقض حس نمی کنید مخ... نه ازلی باشد ازلی خالق باشه میشه آره ما خالق می شویم بله حالا صبر کنید شما بعدا خلق میکنید، خالق می شه. مگر حضرت عیسی خلق نمی کرد تخلق که هیئت به اذنی شما میتونید خلق کنید یه به جایی میرسید که انشالله خلق میکنید نگران نباشید کهکشان خلق میکنید حالا شب عرض میکنم خیلی چیزا میتونید خلق کنید اما تناقض نه الان مخلوقی که خالق باشه تناقض درش نیست مخلوقی باشه خلق بشود بعد خودش بتونه خلق بکنه اشکال نداره خب اما مخلوقی که ازلی باشد ببینید مخلوق این یعنی نقطه شروع داره اگه میگه مخلوق یعنی چی؟ ازلیم. یعنی خلق میشه پس یه زمانی خلق شده پس زمان داره یه نقطه شروع دارد نقطه شروع دارد اگر نقطه شروع دارد نقطه بگیم ازلی باشد ازلی این یعنی نقطه شروع نداشته این تناقضه مخلوقی که نقطه شروع نداشته باشد تناقض است مخلوق نقطه شروع دارد این تناقضه علاوه بر این که امکان عقلی هم وجود ندارد که دو تا بی نهایت تحقق پیدا کند خب استقلال در صفات هم همینطوره خدایا چرا این صفاتت را به صورت مستقل به ما نمیدهی که ما اگر از تو هم جدا شدیم خودمان داشته باشیم و کاری هم با تو نداشته باشیم باز میشه چی؟ تحقق دو بی نهایت این هم باز محاله علاوه بر اینکه باز تناقض هم توشه باز هم تناقض توشه مخلوق مخلوق مستقل باز بوده تناقضه مخلوق مستقل اگر مخلوقه یعنی چی؟ خالق داره مستقل وابسته است مخلوق یعنی وابسته و مستقل میشه چی؟ تناقض چون تناقضه چون محال است تحقق یه همچین چیزی این قابلیت عطا نداشته و الا اگر این محال نبود عقلا خدای متعال میداد و غیر از این دوتا خدا همه چیز رو دیگه به انسان داده حتی هر صفتی که شما تصور بفرمایید دیگه صفتی نیست که انسان نتواند به آن صفت برسه جز این دوتا و این دوتا همان دو کمان فاصله است که بین پیامبر که انسان کامل است و بین خدا ثم دنا فتد الله فکان قاب و قوسین او ادنا پیامبر خدا در عرش و در معراجشون رسیدن به بالاترین مقام خب این مقام رو داره همیشه فقط خدا خواست این معراج رو به این گونه تحقق بده که دیگران بفهمند که پیامبر مقامش چقدره مثل اینکه شما یه نفر که توی مثلا عرصه یه ورزشی اول میشه این اول هست رو زمین هم اوله ولی چرا میبردش رو سکو رو او سکوی اول تا دیگران ببینن اما شخصه ولی اینجور نیست که اونجا که هست نزدیک پایین که هست نزدیک نیست نه خدا میفهمد که بله پیامبر به ما نزدیک شد سمدن آفت الله نزدیک شد نزدیک شدنی خیلی نزدیک فکان قاب قوسین او, او ادنا که این نزدیک شدن دیگه به اندازه ای نزدیک شد که دو کمان فاصله بیشتر با ما نداشت حالا سوال آیا این نزدیکی در ذات است؟ آیا نزدیکی در مکان است؟ یعنی پیامبر در مکانی بود که به خدا دو کمان فاصله داشت؟ نه مکان که اگر بگید اون وقت چند تا مشکل در اینجا طولیم یک اولا که خدا لا مکان است بعدم که گفتیم خدا وجود محض و حقیقت وجود است اینکه خدا وقتی حقیقت وجوده نسبتش هم به مخلوقات مثل نسبت آب به موجه و اصلا دوری از مخلوق در ذات معنا نداره شما میتونید بگید آب دور است به موج و آب دو کمان فاصله با موج دو کمان با موج فاصله داره نمیتونید بگید پس این در ذات نیست این نزدیکی در مقام نیست لذا این قرب که در این آیه مطرح می شود قرب مکانی نیست چه قربی است قرب مقامی است قرب مقامی پیامبر خدا در مقامشان به جایی رسیده اند و مقامی دارند نزد خدا که با خدا دو کمان فاصله دارد با خدا بودن دو کمان فاصله دارد این دو کمان چیه؟ یعنی همه صفات خدا را دارد قدرت خدا زیبایی خدا همه صفات خدا را دارد اما حالا اینکه بروز نداده است اون یه حرف دیگری است اینکه چرا بروز نمی دادن این جواب داره بعد خواهیم گفت اما اینکه این مقام رو دارد صاحب قدرت بینهایت هست اراده کند هستی کن فیکن می شود هرچه بخواهد می شود این مقام رو داره زیبایی بی نهایت رو داره و میتونه همین الان بروز بده ولی نمیخواد بروز بده از امام سجاد پرسیدن پیامبر خدا میتوانست از این زیبا تر قرآن بخواند که میخاند فرمودن آری میدونید که پیامبر خدا صوتش به قدری زیبا بود که دشمنان هم شبا میامدن پشت خانه پیامبر گوش میکردند. نمیتونستن دل بکنن از این صوت زیبا بعد امام بله می ولی اگر یه ذره ولوم زیبایی صداش رو زیادتر می کرد خلاق قش میکردن اونا دیگه طاقت نداشتن چون بالاخره این دنیا و این وجود انسان ظرفیتش محدود دیگه و خیلی چیزها رو نمیتونه درک بکنه همین الان اسواتی در عالم وجود دارد که گوش ما قادر به شنیدن آنها نیست که اگر میشنیدیم دیوانه میشدیم قبوله درسته بله. صدای حرکت زمین صداهای... که اگر خدا تنظیم نمی کرد گوش ما رو که تا چه حد بشنویم از این صداهای وحشتناک دیوانه می شدیم بله خب بعد پیامبر خدا همه این صفات رو داشت جز دو صفت این دو کمان فاصله همینه ازلیت و استقلال در صفات که این دوتا میشه تبدیلش کرد به یکی قرآن هم میفرماد فکان قاب قوسین او ادنا یا کمتر دو کمان فاصله کمتر این یک کمان این یک کمان یعنی چی اگر گفتی یک کمان یعنی اون مخلوق است و در مخلوق این دو تصفت نیست اگر گفتی دو کمان یعنی ازلیت و خود این دو صفت رو نگاه می‌کنی ازلیت و استقلال در صفات اگه مخلوق بودن رو نگاه کردی یک کمان فاصله است هر کدوم بگین همونه فرق نمیکنه میتونید بگید تفاوت پیامبر با خدا در چیست جز اینکه او مخلوق است هیچ تفاوتی نداره جز اینکه او مخلوق است یا تفاوت پیامبر با خدا در چیست هیچ تفاوتی نداره جز اینکه خدا ازلی است و استقلال در صفات داره پیامبر ازلی نیست و استقلال در صفات ندارد لذا میگیم شاعر میگه دیگه لاهیجی ظاهرا میگه ز احمد تا احد یک میم فرق است جهانی اندر این یک میم غرق است این میم بله اگر گفتیم میم میم در نوشتن است که احد احد است و محمد, محمد یک اللهم صل علیه و که احمد یه میم داره که احد ندارد در نوشتن فقط بگیم یعنی فقط بگیم که نخیر پیامبر با خدا هیچ تفاوتی ندارد جز اینکه نام پیامبر فقط احمد است و او احد است نه این غلطه اما اگر اینو معنا دادی بش یک میم و اون میم چیه میم مخلوقیت مم. میم مخلوق و وقتی مخلوق بود اون دو صفت را ندارد و دیگه از این بالاتر انسان نمیتونه به تکامل رسه این دیگه آخرین حد تکامل که دیگه همه یه صفات رو داشته باشه جز این دو صفت بله البته حالا خواهیم گفت در لذات و در ادراک به سوی بی نهایته. ولی در صفات همه صفات حضرت حق را می تواند انسان کسب کند جز این دو صفت و این هم باید باشه چون دیگه اگه این نباشه محال عقلی پیش میاد اصلا قابلیت تحقق دو بی نهایت وجود ندارد خب اما خدا هر چی دیگه داشته در طبق رحمت گذاشته و به انسان بخشیده و گفته بیا و بیا من همه صفاتم در اختیار تو بیا برس به صفات من بیا مثل من شو به انبیا فرمود به مردم بگید کون و ربانیین مثل خدا بشید تخلقو به اخلاق الله سبقت الله و من احسن من الله سبقتا رنگ خدایی بگیرید و چه رنگی بهتر از رنگ خدا رنگ خدا همون صفات خداست خب حالا بنابراین ما میگیم ظرفیت انسان خدایی شدن است و یا بگیم هدف از خلقت انسان خدایی شدن است خدایی شدن هم معنا میکنیم میگیم اتصال انسان به منبع بی نهایت اتصال نه استقلال اتصال نه استقلال و بنابراین میگیم انسان خدایی میشود نه خدا خدایی شدن یعنی متصل است این یعنی رنگ و بو و صفات حضرت حق رو داره تا اونجایی که میشه اما خدا نمیشه حالا اگر کسی اومد گفت انسان خدا میشود قالیانی که هستند و قلوب میکنند اینا چیه؟ حرف بی میزنند، میزنن هم عقل قبول نمیکنه دو تا را و هم نقل با این حرف مبارزه میکنه و میگه هر کس که قائل شد حتی به خدا بودن امیر علی حتی به خدا بودن پیامبر این کافر است این نجسه و همه علمای شیعه میگن و درستم میگن بله من اینجا عرض بکنم بعضی از صوفی ها و دراویش که حالا هستن دیگه در همه جای دنیا هستن قائلا که بله انسان خدا میشود اما چرا این حرف رو میزنن همینجا این حرفشون رو باز بکنیم چرا انگیزه اونها برای اینکه میگن انسان خدا میشود چیست یک انگیزه وجود داره که ریشه همه انگیزه های آنهاست فرار از تکلیف فرار از تکلیف یه زمانی بود انبیا به مردم میگفتن ای مردم شما موجود عادی نیستید حیوان نیستید شما بذر بینهایتید بیایید در مسیر دین تا بینهایت بشید تا متصل به بینهایت بشید خدایی بشید می گفتن مگه شود انسان خدایی شود باور نمیکردن بعد که انبیا زحمت کشیدن مردم رو به این باور رساندند و دین اسلام اومد اثبات کرد که میشود و نشون داد نمونه کامل انسان را و دیدند انسانی که خدایی است مثل پیغمبر خدا و اهل بیتش وقتی اینا رو دیدن دیگه اثبات شد برای همه که بشر میتواند خدایی باشه فهمیدن که ما بذر بینهایتیم نهایتیم خب وقتی اینو فهمیدن دیگه نمیتونستن از زیر بار تکلیف فرار کنن و رعیت الناس یدخلون فی دین الله افواج همه فوج فوج به سمت دین اومدن حالا اون کسانی که یا دشمنان هستن یا نقشه شیطان است یا مثلا حرف کسانی که برای فرار از تکالیف که هر ستاش هم ممکنه باشه فرار از تکالیف دیگه چه راهی باقی مونده یه راه دیگه و اونی که بیان این دفعه از این ور پشت بام بیفتند. بگن چی؟ بله آقا انسان خدایی که میشه هیچی خدا هم میشه جلوتر از فرمایش پیامبر و اهل بیت برن خدا هم میشه چرا میگید خدا میشه؟ آه. اون روزی که میخواستن تکالیف رو انجام ندن عبادت نکنند میگفتن کی گفته ما خدایی میشیم پس عبادت برای چی؟ چه فایده داره؟ حالا دوباره نمیخوان زیر بار تکلیف برند میگن نه ما خدایی که هیچی؟ یه ذره عبادت کنی خدا میشید دیگه نیاز به عبادت هم نداری و دقیقا اینها برای رفع تکلیف این ادعا رو میکنن و ممکنه خیلی از جوان های تنبل بی حال بی ارزه هم که لیاقت انجام عبادت رو ندارند میرن دنبال اینا یعنی بله این خوب دینیه ما یه چند وقت عبادت کنیم خدا میشیم و دیگه خودمون نیاز به عبادت نداریم نیست اینا امثال اینها در منطقه شما در همه جا هستن به حال فراوان هستن جالب اینه چند وقت پیشم در خود ایران در اهواز یکی گرفتن ادعای خدایی میکرد و همه براش سجده میکن فیلمش هم هست بعد جشن تولد براش گرفته بودن جشن تولد خدا خدایی که متولد میشه بله خب حالا به هر حال ما میگیم که انسان متصل می شود خدایی می شود نه خدا شدن بعد حالا یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم خدا که این دوتا رو نمیده آیا پس بخشی از منافع برای انسان دیگه تأمین نمیشه نه خدمتون عرض کنم داشتن این دو صفت برای انسان هیچ منفعتی نداره چرا؟ ببینید تصور بفرمایید الان به شما بگن شما ازلی هستید این نقطه شروع ندارید چه حسی در شما تولید میشه هیچی اما بگن ابدی هستید باقی میمونید ال ابد حس خوبی تولید میشه آدم لذت میبره ازلیت برای ما لذت تولید نمیکنه چون گذشته بعد استقلال در صفات هم همینطور ببینید استقلال رو کی میخواد داشته باشه کسی دوست داره استقلال داشته که بترسه که از اون منبع قطع بشه الان مثلا ما نیروی برقی که اینجا تبدیل به روشنایی شده برای ما تو این مرکز خب نیرویی که وصل به برق شهره اگر برق شهر دائما قطع بشه اون وقت مسئولین اینجا به این فکر میفتن که یک منبع مستقلی برای تولید برق اینجا ایجاد کنن چرا چون قطع میشه برق ولی اگر برق هیچگاه قطع نشد اگه کسی بیاد یک منبع مستقل ایجاد کنه چی میشه؟ فایده نه به دردش نمیخوره خب حالا سوال اینه آیا وقتی ما متصل به بینهایت شدیم دیگه خدا قطع میکنه این اتصال و علال عبد؟ عبدان. وقتی قطع نمیکنه عین استقلال است تفاوت نداره هیچ تفاوت نداره ولی نیازی نیست به این که حالا بگیم خدا این استقلال هم به ما بده خدا میگه من قطع نمی کنم برای چی دو دنبال استقلال میگردی بله مگر اینکه کسی این اندیشه تو ذهنش باشه که من مستقلشم با تو به جنگم من مستقلشم رقابت کنم با تو اینطوری که این دیگه محاله محاله که یه همچین اتفاق بیفته که دو تا بی نهایت بتونه وجود داشته باشه خب بنابراین ما میگیم فلسفه خلقت خدایی شدن است اینو تا آخرم تکرار میکنیم همیشه هم باید بگیم چرا ما را خلق کرده خدا تا ما را خدایی کند تا ما را مثل خودش کند تا هر چه دارد به ما بدهد این عبارتی که عرض کردم قانع کننده است بسیار قانع کننده است به بچه های کوچولو هم که چهار سالشونه اگه بپرسن بگید باز قانع میشن به پروفسور و آیت الله هم بگید درسته هیچ مشکلی هم نداره و بگید اینها رو خب حالا ما چی شنیده بودیم یه بررسی بکنیم شنیده های شما را تا حالا درباره هدف از خلقت چی شنیده بودید چند تا پاسخ شنیده بودید که شاید این پاسخ ها هم داشتین یکی برای عبادت قرب الله فناء فی الله تکامل معرفت معرفت بله برای امتحان خب بیشتر میگم برای امتحان, امتحان. خب به خوب. کمال رسیدن به کمال خب میدونید می می آها این اشتباه برای این که میگن در این مسائل سوال نکنید بزرگترین اشتباه این یک دو تمام این جواب ها هم که دادن این همه جواب ها میدونید مثل یه قطعه های قطعه های پازل کل بحث آفرینش مثل قطعه های. مثل پازل پازل میدونی چیه دیگه ها که این تکه تکه هر کدوم از این جواب ها یه تیکه این پازله که اگر فقط این یه تیکه رو داشته باشی شما نمیتونی بفهمی که جواب اصلی چیه و تصویر اصلی تصویر اصلی که اینجا هست همینه که بشر خلق شده تا خدایی بشه تا به آنچه که خدا دارد برسد حالا تمام این جواب های دیگه اینا همه بله باید باز بشه این جواب ها جواب گنگه مبهمه کسی قانع نمیشه, نمیشه. مخصوصاً جوان‌ها قانع نمیشن باید بازش کرد یه جواب کلی زیبا که تصویر کلیه بدید بعد اون وقت بله آیات قرآن هم میگه بله ما شما را خلق کردیم برای اینکه میفرماد برای عباده در زاریات میفرماید که ما خلقت الجن و الانس الا خب حالا من همین یه آیه رو دقت بکنید آیا از همین یه آیه میشود ما همه هدف خلقت را به دست بیاریم نه چرا این یه یعنی بخش کوچکی از هدف رو داره میگه ما چند تا هدف داریم سه تا هدف داریم حداقل یک هدف قایی داریم یک هدف مقد... میانی داریم یه هدف مقدماتی داریم سه جور هدف ما توی حرکت خودمون خود تو دنیا سه تا هدف داریم مثلا شما از اینجا میخواید برید مشهد یه هدف مقدماتی اینجا که وای میسید جلو در مدرسه یا دانشگاه میگه چی؟ میگه ترمینال یا فرودگاه تاکسی شما رو باید اول بره ترمینال یا فرودگاه این هدف مقدماتی بعد اونجا تو فرودگاه میگن کجا میخوای بری؟ مشهد مشهد رفتن هم میشود هدف میانی چرا؟ حالا بعد یکی ازتون تو می کجا میرید؟ میگه مشهد میگه خب مشهد میرید برای چی میرید؟ تحصیل تجارت زیارت وقت میگی چی؟ مثلا زیارت خب اون وقت این زیارت میشود هدف قائی خب حالا اگر کسی اول از شما پرسید که شما کجا میری گفتی ترمینال اشتباه نگفتی خب اگر اون طرف اشتباه فهمید و فکر کرد که شما میری ترمینال که دیگه تا آخر ترمینال بمونی مشکل اوست چرا؟ چون او باید انقدر عاقل باشه که ترمینال جای اقامت دائمی نیست, نیست. و ترمینال جایی است که باید ما رو به جای دیگر برساند حالا اگر کسی شنید که خدا میفرماید و ما خلق الجن جن و الانس الا لیعبدون و گفت خدا ما را خلق کرده تا ما عبادت کنیم و فکر که ما همش باید عبادت کنیم این مشکل کیست مشکل خودشه عبادت که نمیتونه هدف قای اولا خدا چه نیازی به عبادت ما داره چرا ما باید هی همش عبادت کنیم پس اگر عبادت بر ما واجبه عبادت یک سکوی پروازه یه ترمیناله عبادت ترمیناله ما رو به یه جا باید برسونه ما از خود خدا بپرسید ما عبادت کنیم که چه شود جواب میده در آیات دیگر لعلکم تتقون ها عبادت کنید تا برسید به تقوا تقوا این این رشد رو معنای لغویشو نمیگم ما حاصل تقوا میشه رشد رو تا متقی بشید روحتون بزرگ بشه گنجایش روحیتون زیاد بشه چون تقوا گنجایش روح انسانو زیاد میکنه خب حالا روحمون رو گنجایش بدیم بزرگ بشه که چی بشه ظرف بیاریم که چی بشه ها معلومه دیگه وقتی میگم ظرف وجودیتونو گنجایش بدید حتما میخوام یه چیزی توش برزم ان المتقین فی جنات و نعیم فی مقعد صدق اند ملیکن مقتده باز در آیات دیگر لهم فیها ما یشتهون خالدین فیها ابدا لا یبغون هبلا میگه دیگه هدف قایی بازم بهشت هدف قایی نیست بهشت ایستگاه آخر نیست بعد خواهم گفت ایستگاه آخر کجاست اون فناف الله رو باز مبهمه نه نگید چرا میگید فنافالله اون ها آخر هی گفتید فنا و معناش دانسته نمیشه جز اهل فن اون ایستگاه آخر لغا الله هست جایی فنا و بگید حالا بعد توضیح میدم این لقا الله چیه و چه لذتی داره و چه گونه است خواهم گفت انشالله خب حالا ببینید ولی به هر حال این جملاتی که درباره هدف خلقت گفتن اینا همه باید کامل بشه ناقصه چون ناقصه ما درکی از این هدف خلقت پیدا نکرده بودیم و کسی که درک از هدف خلقت پیدا نکنه تمام زندگیش یه جوری سردرگم میشه انسان اگه بفهم هدف از خلقت چیست همه ابعاد زندگیش درست میشه و اگر کسی نفهم هدف از خلقت چیست بیراهه میره یه روز دنبال دنیا یه روز دنبال پست و مقامه یه روز دنبال زن و بچه است نمیفهمه چرا ما چی میشه؟ نه <تصفح> 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 انشالله هدف شما درسته خب و واقعا اینطوریه که انسان اگر هدف را فهمید همه زندگیش درست میشه دنیا و آخرتش درست خواهد شد خب باز حالا آیات دیگه پس این آیه دیدیم که این آیه مشکل از ما بود که بعد معنا کردیم حالا یا بفرمایید آیات دیگر فرماید که ما شما را خلق کردیم لنبلو بکم ایوکم احسن و عملا. تا شما را این لنبلو بعضی منو می‌کنن امتحان کنیم نه امتحان در کار آزمون ببینید آزمونی که الان توی دانشگاه و مدارس هست این واقعا آزمون است سنجش است معلم و مدیر و مسئولی نمیدونن این دانش آموز تو چه سطحیه نمرش نمیدونن چنده آزمون می‌گیرن تا بسنجند میزان اطلاعات و علم او را تا نمره بدن. خدا نمیداند پس امتحان گرفتن او چه معنا داره پس, من... معلوم میشه امتحان گرفتن او به معنای امتحان گرفتن مدارس و دانشگاه نمیگه امتحان البته در جایی هم که میگه امتحان باید توجیه کرد و تفسیر کرد لنبلو بکن بلا ما شما رو بلا چی؟ بلاونا بلا کن هم لنبلو بکن بلا یعنی چی در ورته رشد شما را قرار دهیم ما خلق کردیم عالم را هفت آسمان و زمین را خلق کردیم لنبلوکم ایوکم احسن و عملا تا به شما فرصت بهترین عمل رو بدیم تا به شما فرصت رشد بدهیم بلاء خدا و امتحان خدا فرصت رشد است دقیقا مثل چی؟ این فرصت رشد مثل اینکه شما یه وزنه بردار میخواد وزنه ای برداره خب حالا مربی چه کار میکنه؟ اولا که این وزنه 100 کیلویی رو برداشت مربی ذره وزنه رو اضافه میکنه 120 کیلو میکنه چرا برای اینکه او رو بیازماید نه برای اینکه به او فرصت رشد بدهد تا او وزنه 120 کیلو هم بزنه باز دوباره اضافه میکنه تا برسونش به 200 کیلو تا این رکورد بشکنه رکورد که شکست میگه بس دیگه اگه بازم ببینه توانایی داره براش این فرصت رشد است که خدا میگه ما شما را در این دنیا خلق کردیم همه چیزو برای شما خلق تا به شما فرصت رشد بدیم تا... تا کجا تا به نهایت خب باز در آیات دیگه میفرماید چی لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر یا تو همین آیه زاریات که میفرماد برای عبادت خلق کردیم بعضیا میگن لیعبدون یعنی لیعرفون یعنی قایت خلقت و عرفان معرفت میگیرن خب باز سوال میکنیم خب معرفت که چی بشه؟ ما خدا رو بشناسیم که چی بشه؟ حالا ما خدا رو عبادت کردیم که بشناسیم یا خلقمون کرد که ما خدا را بشناسیم که چی میشه؟ خدا ما رو خلق کرد که ما فقط بشناسیمش این شد قایت خلقت چه نفعی ما میبریم از اینکه خدا را بشناسیم یا او چه نفعی میبرد از اینکه ما بشناسیمش باز همه گنگ نیاز به تکمیل داره ها خدا را بشناسیم تا او را بخواهیم و به سویش حرکت کنیم و برسیم شناخت مقدمه اتصال است شناخت مقدمه حرکت و حرکت شما فرزند خودتون رو مثلا میبرید کجا دلتون میخواد یه چیز برای عروسک برش بخرید میبریدش پشت ویترین تا او اول ببینه عروسک رو ببینه بعد بخواهد طلب کنه شما برش بخرید چون تا خودش نخواهد تا نخواهد اگه براش خریدی تا این میل در او تولید نشود این براش لذت بخش نیست اگر کسی میل به غذا نداشت شما غذا بهش دادید براش لذت بخش نیست اول میبریدش کنار چلو کبابی میذاره بو بکشه بعد این میل در او ایجاد بشه بعد اون وقت غذا بهش اون وقت براش لذت بخشه قبل از اینکه میل ایجاد بشه لذت بخش نیست این شناخت برای اینه که میل بی در ما تولید کنه ما بشناسیمش نگاش کنیم بشناسیمش تا این میل به بینهایت در ما قایت شناخت این است که در ما تولید میل به بینهایت میکنه یا میل به بینهایت ما را بروز میده این میل رو فعلی میکند و بعد ما میبینیم و میخواهیم بعد میگه بیا بهت بد بدم از این راه بیا حالا تا بهت بد بدم باز اگر راه قرار میده بعد خواهیم گفت برای این است که تو این مسیر ما به اون اشتها برسیم اگر راه قرار نده و همین جوری بده باز اون لذت رو نمیبریم بعد اینو توضیح مفصل خواهیم داد بنابراین ما میگیم بله قایت خلقت این است که انسان خدایی شود همه این آیات و همه آنچه که در جاهای دیگه بیان شده حتی در قرآن همه بر به این که این تصویر کامل و زیبا که جای هیچ سوالی برای کسی باقی نمیذاره اینه که ما خلق شدیم تا خدایی بشیم خلق شدیم تا مثل خدا آیا این بده؟ آیا این دیگه اعتراضی درش میشه کرد که خدای چرا منو خلق کردی که منو به بینهایت قدرت برسانی؟ کسی نمیتونه دیگه بگه اما میتونیم بگیم چرا من خلق که عبادت بکنم چرا خلق کردی که بشنسم اونجا میشه گو اما اینجا دیگه جای سوال باقی نیست این آفرین آفرین اینجا دیگه باید بگیم خدا یا شکرت الحمدلله چقدر خوب که تو مرا میخوای به بی‌نهایت زیبایی بی‌نهایت قدرت بی‌نهایت لذت میخوای به من بدی تو چقدر خوبی تقریبا فرمودی؟ بله حالا کسی هم نمیتونه اینطوری بگه یه خدا خدا نیاز داشت به اینکه ما را خلق کنه نه نمیتونید بگید چرا ببینید خدا نیاز داشت این باز دوباره برمیگرده به چی به یک عدم دقت در سوال وقتی خدای متعال کامل است و وجودش بی نهایت است اگر این بی نهایت خلق کند و ببخشد این بخشش کمال است یا نقص <applause> کماله کماله بخشش کماله نمیتونید درباره بخشش سخن از نیاز بزنید این تناقضه دوباره در سوال این کج مطلع کردن سواله وقتی مثال بزنم ببینید شما همیشه در مقابل کمال سوال نمی کنید که چرا این کامل است میگه چی؟ چقدر خوبه که کامله مثلا اگر چراغی نور بده نمیگید چرا نور میدهد میگید به بح... چقدر خوب است که نور میدهد اگر یه ساختمان زیبا باشه میگید چقدر خوب است که زیباست اینو اینطوری بگید در مقابل کمال انسان همیشه باید توصیف کند و مده کند این عقل حکم عقله در مقابل نقصه که سوال میکنید اگر یک منزل زیبا نبود میگید این چرا اینجوری ساخته شده چرا کجه چرا زیبا نیست چرا این دایره کجه چرا این چراغ کم نور است چرا این تابلو کجه چرا این مثلا همیشه از نقص چرا این لباس پاره است از نقص حق دارید سوال کنید اما درباره کمال هیچ انسان عاقلی سوال بلکه مدح می کند میگه خب حالا خدا که به ما میخواد ببخشه این بخشش کمال است یا نقص است کماله اینکه انسان کسی هر کسی چیزی داشته باشه بخواد بده اینکه نقص نیست مخصوصا که از سر نیاز هم نیست آیا حالا ما خدا میخواد ببخشه بگیم چرا میخوایی ببخشی؟ این سوال آقلانه ای نیست باید بگیم به چقدر خوبی که میخوایی ببخشی؟ حالا اگر کسی هم با سوال مطرح کرد دوباره گفت خدایا چرا تو میبخشی؟ باز این پاسخ داره میگه چون رحمت بینهایت دارم چون رحمت بینهایت دارم میگم چرا میخوای ما رو خدایی کنیم میگه از بس مهربانم بعد از بس مهربانم دیگه باز هم جای سوالی هست دیگه سوال قطع میشه وقتی میگه از بس مهربانم و دلم میخواد هرچی دارم به تو بدم جای سوال هست دیگه نه دیگه یه نفر بیاد بگه من میخوام همه داراییم رو به تو بدم شما میگه چرا میخوایی بدی؟ میگه دوست دارم مهربانم دیگه سوال میکنید تمام شد و اینجا مسئله خلقت با همین یه جمله تمام میشه که خدا میخواد همه رو به ما بده چرا؟ چون از بس مهربان است تمام شد برایند همه اون جواب هایی که درباره اون سوال دادید که خدا چرا ما رو خلق کرده همش روی هم میشه همین میخواد همه چیزش رو به ما بده از بس که مهربان است خیلی خوب حالا بیاد اینجا خب بفرمایید که حالا چی میخواد بده خدا حالا بیم سراغ این که اینا رو تفصیل بدیم و یک توضیح هم درباره اینا بدیم خدا به انسان میخواد قدرت مطلق خودشو بده قدرت مطلق وقتی در اختیار انسان باشه چه میشود؟ چه کار میتونه باش بکنه؟ کن فیکن یعنی بینید قدرت مطلق اوجش اینه که انسان هر چه اراده میکند فوری ایجاد میشه این قدرت مطلقه حالا از شما سوال کنم تا حالا تو ذهنتون نخواستید اینجوری باشید؟ دوست دارید اینجوری باشید که تا یه چیزی اراده میکنید فوری ایجاد بشه؟ این نشان دهنده اینه که همین این میل وجود داره و این میل رو کی گذاشته وقتی میل هست امکانش هم هست نه تنها امکانش هست خدا اصلا میگه باید برسی این میل رو در تو گذاشتم تا تو قبول کنی و بفهمی که من برای این خلقت کردم و بیای و باید برسی به جایی که تو باید به اینجا برسی که هرچه اراده کنی فوری محقق شود آقا نمونه هم داریم بله انسانی شده اینجوری باشه بله نمونه تامش انبیا و معصومین علیه السلام اما خب میگیم آقا اونا معصوم بودن و امام بودن و نبی غیر معصومین شاگردان انبیا آیا اینطوری بودن یا نه انسان های عادی یه نمونه در قرآن مثال بزنید وقتی از سلیمان فرمود که کی تخت بلقیس رو برای من میاره اولا یه جنی بلند شد قال افریت من الجن انا آتیک قبلا تقوم من مقامک گفت من میارم برات قبل از اینکه تو از جات بلند یا مثلا بلند بری به استقبال بلقیس چون در ثانیه های آخر حضرت سلیمان این درخواست رو کرد بلقیس داشت میومد در آستانه کاخ رسیده بود و تقریبا شاید 5 6 ثانیه دیگه میرسید وسط کاخ یا در آستانه ورود به کاخ بود در همین لحظه و در دقیقه های آخر یا ثانیه آخر حضرت سلیمان میگه تختشو برای من بیارید خب چند تا سال مطرحه یک سلیمان نبیه مدیره، مدبره چرا گذاشته اون لحظات آخر بگه؟ آفنین برای اینکه اینه بعد هم برای اینکه حالا من میگم که برای اینکه نشون بده که قدرت انسانی که متصله به بینهایته چقدره که اجنه با اینکه قدرتمندترین موجودات هستن و خیلی قادرن کارهای عجیبی بکنن چون این قدرت رو خدا بهشون داده دیگه بعد خواهیم گفت بف... اجنه گفتم بهتون برای چی خلق شدن برای خدمت به انسان چون خدمت خدمات فیزیکی میکنن به انسان باید قوی باشن خیلی قویان ولی با این همه قوتی که دارن قول جنها ها قال افریتون من الجن گفت من میارم قبل از اینکه از جاد بونشن. شاید مثلا 30 40 زمان نیاز داشت اما حضرت سلیمان گفت نه نه سریتر تا گفت سریتر آصف گفت انا آتیک قبل ان یرتد الهی که من میارم قبل از که چشم پلک به هم بزنید این در صرف ثانیه در یک ثانیه اومد و تخت حاضر شد و حضرت سلیمان میخواد نشون بده که قدرت انسانی که متصل است به نهایت اینقدر زیاده که بر قدرت اجنه هم قلبه دارد اونا نمیتونن اجنه در زمان کم میارند با اینکه خیلی اند ولی باز در زمان کم میاد اما انسان در زمان انسان متصل به بینهایت در زمان کم نمیره در صفر ثانیه میتونه کار بکنه این یعنی اتصال با قدرت بینهایت حالا آصف نبی بود؟ نه انسان عادی بود این نشان دهنده اینه که ببینید و خود سلیمان آیا در همه ابعاد وجودیش متصل به بینهایت بود؟ نه نبی گرامی ما مقامش بالاتر است یا سلیمان ائمه ما امیر المؤمنین علیه و السلام بالاتر است یا سلیمان از کجا میگید ببینید همینجا دو... از آیات قرآن مدد بگیرید در اینجا که خدا میفرماید که این آصف گفت قال الذي عنده علم من الكتاب آصف یا قرآن تعبیر میکنه ازش آن کسی که نزد او چی بود؟ علم من کتاب، علم کتاب پیشش بود ولی علم من کتاب، این من کتاب یعنی چی؟ جوزی. آفرین جزئی از امام صادق پرسن چند تا علم الکتاب بعد ما علم کتاب بعداً براتون خواهیم گفت چیه؟ گفتن یا ابن رسول امام صادق آصف چند تا علم کتاب داشت؟ امام صادق میگه یک علم کتاب داشت یا یک صفت از صفات خدا در وجودش بود یا یه اسم از اسما اعظم داشت خب یه دونه داشت تونست این کارو بکنن خب حالا قرآن همین قرآن در سوره رد آخرین آیه سوره رد می چی؟ بخونید آخرین آیه سوره رد یقول الذین کفرو لست مرسلا قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم کتاب یه پیامبر به تو میگن مرسل نیستی به تو میگن از طرف خدا نیومدی به تو میگن که تو واسطه بینهایت شدن مخلوقات نیستی خیلی خوب قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم بگو خود خدا که میداند که من دروغ نمیگم همین کافی است همین که خدا میداند که من دروغ نمیگم و من اندهو علم الکتاب یه کسی دیگه هم هست که اون میدونه من راست میگم کیه اون کسی که پیش او و نزد او همه علم الكتاب است و من او علم الكتاب نمیگه علم من الكتاب علم الكتاب کل علم الكتاب از تمام علمای اهل سنت بپرسید علمای منصف اصلا دیگه جایی نیست که بتونن انکار بکنن کسی نمیتونه انکار کنه این کیست که غیر از پیامبر است و همه علم الكتاب را دارد همه علما اهل سنت می‌دانند که این علی است اما وهابیت ملعون تو قرآن هاشون هم که الان توی مکه و مدینه هست چاپم کردن کنارش تفاسیر نوشتن اینجا گرسیدن به این آیه خب همه میپرسن این کیه اونا نوشتن هو ابن عباس این که نزد او همه ی علم الکتاب است ابن عباس است می‌شود ابن عباس که شاگرد ازه تعمیر بود تازه کوچکترین شاگرد بود و او, او علم الكتاب کلش میشه او باشه خودشون میدونن دارن دروغ میگن خودشون میدونن که این کسی نیست جز علی و این آیه سراحت دارد در اینکه امیرالمومنین علی بله و من این دیگه پیانبر که که خودش علم الكتاب داره دیگه کی غیر از پیامبر که همه علم الكتاب را دارد علی اون وقت وقتی عاصف یه دونه داره میتونه این کارو بکنه امیرالمومنین چی که همه علم الكتاب را دارد خب این قطعیه که دیگه قدرت مطلق حضرت حالا من میخواستم اینو بگم آصف که شاگرد سلیمان بود به اینجا رسید شیعیان که شاگرد امیر المومنینند نمیتونن برسن به اینجا چیزی نیست سلمان که شاگرد امیر المومنین بود خیلی از این کارا میکرد تصرفاتی میکرد قدرت مطلق یعنی این میدونید که اومدن اهل مدائن پیش خلیفه دوم گفتن که یه استانداری برای ما بفرست که توانایی داشته باشه اینا چی هر کی میفرستی قدرت نداره شهر رو کنترل کنه اینجا دزدهای های هر شب مغازهای ما رو میزنند و اینا استانداری تو قدرت ندارن بعد عمر گفت کیه بفرستم به پیشنهاد حضرت امیر مجبور شد که عمل کنه و سلمان رو حضرت امیر فرمود سلمان رو بفرست چون مدائنم اونجا دیگه تقریبا جزء ایران بود ظاهرا زبانشون هم ایرانی بود گفتن که سلمان سلمان اومد سوار بر یک درازگوش بود سوار بر اسب هم نیومد با ماشین مدل بالا هم نیومد بله سوار بر یک درازگوش اومد و وارد شد مردم منتظر ورودش بودن اینکه که من گفتن ندیدی سلمان رو گفت چرا دیدمش گفتن چه جوری بود گفت مثل من گفتن که خب سوار بر چی بود گفت مثل من همین سوار بر الاغ بود و خلاص هر چی پرسن گفت مثل منه گفتن نکنه خودتی گفت بله من یه پیرمرد محاسن سفید همه خندیدن بهش گفتن تو رو به من استاندار فرستادن این همه استاندار جوان زبردست نتونستن اینجا کاری بکنن گفت حالا بیایید تا بهتون بگم رفت نشست در مسجد گفت خب تو کاخم ننشست نشست تو مسجد گفت حالا مشکلتون چیه گفتن که مشکلات ما اولش اینه که اینجا دوز زیاد ما هر کاری میکنیم دزدان زبردست اموالمون میبرن سلمان گفت بله به اون سگی که اونجاست بگید بیاد اینا اتصال با قدرت الهیه دیگه خندیدن گفتن که نکنه تو دیوانه ای گفتن بگید اون سگ بیاد بگید سلمان میگه بیاد رفتن به سگی گفتن سلمان میگه بیاد سری سگ بلند شد اومد کنار سلمان سلمان بهش گفت که از این به بعد از امشب نگهبانی و محافظت از اموال با شماست و هیچ مالی نباید امشب به دست دزدها برسه و به مردم هم گفت تمام مغازهاتون رو درش رو باز بذارید هیچ کس حق نداره در مغازه ها رو ببنده اینا ترسیدن اول ولی سلمان گفت این حکم حاکمه باید باز بذارید اینا اولا با مسخره نگاه میکردند و بعد گفتن مگر میشود اما فردا که اومدن تو بازار دیدن جنازه دزدا وسط افتاده و سگا همه رو کشتند و سگا محافظت کردند و هیچ کسی هم هیچ که از اموالش دزدیده نشده فهمیدن که سلمان کیست همونجا فهمیدن که این متصل به قدرت غیب الهی است قدرت تصرف داره در حیوانات در مدینه هم بود از این کارا میکرد هیزم جمع میکرد بعد به شیری امر میکرد بیاد هیزماش میذاش پشت شیر میورد توی مدینه همه مردم فرار میکردن گفت نه ترسید این شیر من در او تصرف کردم رام من است سخر لکم ما سماوات و عرض یعنی چی سخر لکم. یعنی همین دیگه تنها شیر نیست تازه این چیزی که مردم دیدن تازه ابوذر با اون مقام نمیتونست ببینه و تعجب میکرد میومد بارها به پیامبر میگفت یا رسول الله سلمان کافر شده به من گفت چی شده که کافر شده گفت به من گفت که دیگه آب جوش رو هم بزن من گفتم ملاقه کو چوب کو قاشق کو گفت هم بزن دیگه که من جرئت نکردم خودش اومد با دست آبی که قلقل میکرد هم زد در دستش هم هیچی نشد پیامبر گفت این که چیزی نیست اینه که چیزی نیست برای سلمان ببینید خود... ببینید خود پیامبر خدا دعوای انبیا با مردم سر چی یا دعوای مردم با انبیا سر چی بود انبیا میگفتن همه شما میتوانید به قدرت بینهایت برسید میتونید خدایی بشید مردم باور کردن بعد مجبور بودن انبیا معجزه نشون بدن معجزه برای اینه برای اینکه نشون بدن ببینید ما با قدرت بینهایت متصلیم شما هم میتوانید انا بشر کن، منم مثل شما اگه من میتونم شما هم میتونید لذا از انبیا درخواست های عجیب غریب میکردن به یکی گفتن شطور از دل کوه درار ببینین اتصال به قدرت بی نهایت دیگه شطور از دل کوه درار در, در میورد به خود پیامبر خدا چقدر چیزهایی گفتن کتابی هست معجزات پیامبر خدا بیش از 2500 معجزه‌ای که در تاریخ ثبت شده یکی میگفت یا رسول الله اگه تو راست میگی که میتونی هر کاری بکنی بگو این سنگریزه ها حرف بزنن پیامبر خدا تصرف میکرد اینکه کار کاری نداره برای پیامبر خدا عرض میکنم اینا برای سلمان و برای شاگردان پیامبر خدا عادیه دیگه برای پیامبر خدا که چیزی نیست تصرف میکردن امر میکردن به سنگریزه ها سنگریزه ها حرف زنن. صدای فسیحی بلند میشد که شهادت این رو جاری میکرد گفتن بگو این مارمولک حرف بزنه پیامبر خدا بهش امر میکرد بیا اینجا وایسه رو این سنگ به مردم بگو شهادت به رسالت خود یه یگانگی خدا و رسالت پیامبر میداد گفتن بگو این درخت را بیاد درخت را اومد گفتن که بگو نمیدونم این بز مرده زنده شود اگه از این چیزی کوچولو بعد یه روزی رفتن پیش یهودی یهودی که یه ذره حالا دانش مادی سرش میشد گفتن یه چیزی بگو ما از این بخوایم که اون کم بیاره دیگه نتون انجام بده گفت ازش بخواد در آسمان تصرف کنه اگه تونست اون وقت ممخ... پیامبر اگه نتونست دیگه بدونید که داره دروغ میگه اومدن گفتن ما کن برای ما خودشون هم تازه نمیتونستن عقلشون نمیرسید که این حرفو بزن گفتن که ما هنس کن پیامبر خدا شب چهارده بود اومد کنار کوه ابو غویس. روی کوه ابو قویس ایستاد در دامنه کوه اشاره کرد به ما با انگشت سباب ماه دونست شد فرمود اشاره کرد با اشاره نیمی از ماه اینور آسمان بره نیمی این ور در یک شب دو پاره ماه دیدم گفتن اگر راست میگی به چسبونش دوباره اشاره کردن پیامبر دو قطعه ماه جمع شد امروز دانشمند فضا نوردا براشون اثبات شده که کره ماه نست شده مقالاتش هم هست اثبات شده ماه دو شده دوباره به هم جوش خورده یه پدیده که اصلا دلیل علمی ندارد چند نفر از فرزندان مسلمان شدن اینو بفرمایید دو تا از فرزندان آمریکایی بودن مسلمان شدن یکیشون به طرز مشکوکی بعدن کشته شد بله و بعد حالا بگذاریم این قصه برای انبیا اینا چیزی نیست برای پیامبر تصرف در ماه چیزی نیست مثل اینکه یک بچه کوچولو من برم عقبتر یه اسپرم کوچولو که هنوز وارد تخمک نشده که جنین بشود و بیاد پادر بیاره بود. یه اسپرم کوچولی که خودش حرکتش چقدر در هر ساعت دو میلیمتر میتونه حرکت کنه این اسپرم از شما بخواد بگه شما میتونید در یه ثانیه هزار میلیمتر هزار میلیمتر میشه چقدر؟ یه. یه متر هزار میلیمتر در یک ثانیه حرکت کنی شما یه قدم برمیشه بعد میخندی به او لبخند میزنی که این چیزی نیست برای من امثال ما بگیم میتونیم ده کیلومتر در چند دقیقه میرفت این آخرین نفر ده کیلومتر در چند دقیقه رفت ده کیلومتر در ده دقیقه ظاهرا آره بعد یه همچین آماری هست دیگه بعد ببینید کسی که خودش نتونه فکر میکنه اینا چیزیه و اینها برای پیامبر چیزی نیست پیامبر خدا وجودش چیزی است که فرمود از یک نور من عرش آفریده شد از یک تشعش یعنی پیامبر خدا وجودش بر عرش احاطه داره احاطه بر عرش دارد احاطه بر ماه که چیزی نیست حالا ببینید امام صادق چه میفرمایند ما ان ما به هم ما شیعیان هم ان و محبین ان شاء اگه این مسیر رو حرکت کنیم بریم میرسیم به اینجا که به این قدرت های مطلق دسترسی پیدا کنیم امام صادق میفرماید روزی بیاید که هر کدام از شما شیعیان چون در مسیر درست اونی که بره دیگه اونی که درست درس بخونه که از کانال درست متصل شه به خدا فرمود هر یک از شما می توانید همه ی هفت آسمان را از یه صبح تا غروب تفرج کنید و برگردید به اینجا می رسیم روزی می رسه میاد اون روز الان ممکنه باور نکنید الان شما مثل کسی هستید که الان داره مثلا فرض کنید شما الان با یه اسپرم می صحبت کنید اسپرم هنوز وارد تخمک نشده هنوز جنین نشده شما بهش میگی روزی میاد که تو بتونی هزار کیلومتر رو در یک ساعت بری تو این عالم الان دارید میرید دیگه شما هزار کیلومتر با هواپیما تو یه ساعت میایید خب اون که خودش در یک ساعت دو میلی متر میره دو میلی متر کجا هزار کیلومتر کجا باورش نمیشه ولی شما بهش چی میگید صبر کن رشد میکنی بذار رشد بزرگ رشد کنی به زودی به اینجا میرسی 20 سال چیزی نیست تازه شما میگه نه ماه دیگر میتونی به این مقام برسی نه ماه دیگه میتونی به اینجا برسی. اگه میخوای درکش هم بکنی حالا 7 سال دیگه وقت درکم میکنی که این مفاهیمات رو حرکت کردی و این زمان زیادی نیست خب ببینید این چیزها کاری نداره چیزی نیست روزی میآید که شما بتوانید یک کهکشان خلق کنید یکی نه، دوتا نه، صد تا، ده تا، هزار تا روزی میآید اون وقتی که انسان به واسطه امام معصوم متصل شود به های بینهایت خدا مگر عیسی علیه‌انبی ینابه، و, و علیه السلام، خلق نمی‌کرد مرد زنده می کرد. حواریون عیسی هم این کار رو می‌کردند و مرد زنده می‌کردند خود عیسی برای عیسی چیزی نیست دقت کردید این اتفاقات چیزی نیست روزی خواهد افتاد و انسان به این درجه از مقام میرسه قدرت خدا در اختیار او روزی بیاد اینو گوش بدید روزی بیاد که تمام این ابزارهای مادی که امروز در دست بشره از کار بیفته در اصل ظهور اینطور میشه دیگه تمام این ابزارها از کار میفته یعنی چی؟ یعنی شما استارت میزنی ماشین روشن نمیشه یا دوربین دیگه فیلم برداری نمیکنه چرا از کار میفته یعنی اینا دیگه چی میشه نه اینا به درد کسی نمیخوره یعنی کسی دیگه برای حرکت سراغ ماشین نمیره وقتی تی و سماع میکند وقتی میتونه همه هفت آسمان را از یه صبح تا غروب تفرج کند که شما میدونید با ابزار قوی ترین ابزار که امروز در دست بشر باشه سرعت نوره که هنوز بشر بهش نرسیده خب البته در ارسال تصاویر اینا چرا رسیده در ارسال مثلا امواج تونسته به چیزایی برسه اما به سرعت نور هنوز بشر نتونسته بده که چیزی رو با سرعت نور حرکت بده حتی اگر به سرعت نور برسه بشر تا نزدیکترین کهکشان چقدر زمان باید طی کنه دو میلیون و هزار سال زمان رو از کجا بیاره حالا به سرعت نور رسید نزدیکترین کهکشان رو بخواد بره باید دو میلیون و هزار سال زمان تی کنه چه به کهکشان های دیگه چرا به اینکه بره از آسمان اول خارج بشه به دوم هفتم اینا چقدر زمان میاره حتی اگه بخوای با سرعت نور بری اما انسان به قدرتی دست پیدا میکنه که همه اینا رو تفرج تازه نفرمود سیر فرمود تفرج کند یه صبح تا غروب خب انسان به این جاها میرسه اما انسانی که از مسیر معصومین علیهم السلام به بینهایت متصل شود انسانی که به بینهایت متصل شد اینا براش چیزی نیست تازه بعدا خواهیم گفت هدف ما از عبادت و هدف ما از پیروی از معصومین هم نباید این باشه ها ما دنبال عرفان قدرت نیستیم دنبال عرفان کمالیم هدف ما لقاء الله ولی اینا هم به ما داده میشود هدف از اینکه شما مثلا میخوای بریم مشهد این نیست که سوار هواپیما بشی هدف زیارته ولی سوار هواپیما میشی هزار کیلومتر در یک ساعت هم میروی هدف هواپیما سواری نیست ولی ولی این اتفاق خواهد افتاد بله ابزارها از کار میفته موبایل اینترنت اینا دیگه برای امروز بشر جذابیت داره اما اون روز انسان میتونه با هر کسی در جهان نه در جهان در هفت آسمان با هر کسی که اراده کرد فوری ارتباطش برقرار بشه و با هم صحبت اصلا همو ببینن کنار هم باشن بعد مسافت دیگه معنا نداره برای انسان اونجا تازه انسان میفهمه که این ابزارهای امروز ما چقدر ناکارآمد بوده آیا همین الان انسان آرزوی رسیدن به یه همچین زندگی رو نداره؟ چرا؟ ولی دستش نمیرسه چون تمام تمام دانشی که میخواد انسان رو به اینجا برسونه این دانش دانش مادی است و دانش مادی فراتر از سرعت نور برای انسان چیزی را فراهم نمیکنه اما انسان در اثر اتصال به میتونه مثلا آیات قرآن رو ببینید یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فنفذو ای گروه جن و انس اگه میتونید مرزهای آسمان را در نبردید و برید بالا برید نفوذ کنید در دل آسمان ها فنفذو اما فرمود لا تنفذون نمیتوانید نفوذ کنید الا به سلطان نمیتونید نفوذ کنید مگر با داشتن سلطنت الهی اگه اون سلطنت الهی رو داشتید اون وقت میتونید الان بشر میتونه نفوذ کنه در دل آسمان ها الان کو بشر آیا تو آسمان ها تا کجا رفته تا کجا رفته خود بشر ها خود بشر نه کاوشگرانش نه ماشه. آیا تا کره ماه رفته ماشه. شما دانشجویید تحقیق کنید ماشه. تحقیق کنید آیا بشر تا کره ماه رفته باور کردید باور کردید مقالاتی رو که علیه اینا نمیشه بخونید رو ببینید ازشون بپرسید اگه تا کره ماه رفتید اگه 60 70 سال پیش که بشر علمش چیزی نبود رفته کره چرا الان دیگه نمیتونید برید چرا بعد از اون دیگه اتفاق نیفتاد یک دو عکساتون رو چرا نشون نمیدید چرا الان ناسا میگه که عکسای ما دزدیده شده ربوده شده دروغ به این بزرگی میگه اون عکسایی هم که قبلا نشون دادن نگاه بکنید اون عکسا من دارم حال توشن بعدا نشون میدم میبینید نور پردازیشون جوری بوده که سایه هاشون مشخص بوده یکی سایهش این وره یکی اون وره و عکساشون ببینید سفینه که رو کره ماه میشینه این سفینه با چی بر میگرده شاتل نداشتن که رو این هواپیما یادشون رفته که تو اون بازیشون شاتل سوار کنن شاتل که میدونید چیه؟ بله برای اینا با یه موشک میرن ولی موشکی که اینه میبره باید یه شاتل با خودش ببره که از اونجا دوباره بیان و این موشکشون شاتل نداره اینا عکس... رضا چون دیدن عکس رسوایی به بار آورده همه رو محف کردن گفتن عکس اونو دزدیدن دلائل قوی علمی وجود داره که نه هنوز تا کره ماه نرفتن بله کاوش کردند کاوشگر فرستادن کاوشگران به مریخ هم فرستادن امید دارن که کاوشگر به مشتری هم بفرستن اما هرگز خود بشر به کره ماه بله به فضا رفتن در جو قرار گرفتند و اونم به خاطر این بود که آمریکا خواست کم نیاره واقعا فضا نوردان شوروی به فضا رفتند یوری گاگاری اولین کسی بود که رفت اما آمریکا برای که کم نیاره گفت ما یه چیز بالاتر بگیم شما فضا رفتید ما کره ماه رفتیم <applause> ولی انقدر تبلیغات کردن که همه جهانیان باورشون شده که واقعا اینو تا کره ماه رفتن همه چشم و گوش بسته پذیرفتن فضا فضایی است که کسی نمیتونه انقدر همه قرق بودن که کسی نمیتونه بگه آقا نه شما دروغ میگی مسخرش میکنن دلگه حالا برید مقالاتو مطالعه کنید رو ببینید و تناقضاتی که توی اکساشون و توی حرفاشون هست رو بشنوید و ببینید, ببینید تا کره. خب حالا گیرم که اصلا بشر تا کره ماه رفته من کره ما کره ماه چقدر؟ 382 هزار کیلومتر از زمین فاصله یک ثانیه یه نوری با زمین <تص> یک ثانیه نوری در فضا حرکت کردن انقدر تبلیغات داره شما تا نزدیکترین این ستاره که پروکسیما یه قنطورسه چهار سال و سه ماه چشوری میتونید برید توی یه ثانیهش موندید تا نزدیکترین کهکشان دو میلیون و پونسه هزار سال نوری چطور میتونید برید بعد از دل آسمان اول بیرون برید در آسمان دوم در مرزهای آسمان دوم نفوذ کنید و بشر خیلی دلش میخواد بره ولی هیچ امیدی برای این کار نداره جز اتصال با قدرت وی نهایت خدا و روز این اتصال به انسان داده می شود. خود حضرت امیر بار ببینید بارها برها فرمودند از من از راههای آسمان بپرسید. کسانی را حتی در داریم. حضرت امیر کسانی رو با خودشون بردن در هفت آسمان و برگردوندند. و اینکه نشون بدن بهشون. و خود ائمه علیهم السلام امام صادق ازش پرسیدن در آسمان های دیگر موجوداتی هست فرمود بله من همه اونها رو میشناسم ما امام آنها هم هستیم در این حالی که امام شما هستیم اونجا هم حضور داریم اونجا هم امام آنها هستیم و اینطوری دیگه چون روح بی نهایت وقتی متصله به بی در همه هستی حضور داره دیگه مگر امام زمان در همه هستی حضور نداره و همه انسان ها باید مثل امام ها شوند هر بذری باید مثل گل شود هر بذری باید گل شود و میآید روزی که این بذرها گل شود. خب قدرت مطلق در اختیار انسان قرار می گیرم. چی میشه دیگه دیگه بشر نمیاد خودش رو وابسته کنه به موبایل و کامپیوتر اینترنت و ماشین همه این قدرت ها در وجود انسان لذا ابزارها از زندگی انسان میره کنار دنیای بی ابزار دنیای بی ماشین الان ببینید رهاورد تکنولوژی برای بشر چیه اینکه تو ماشین بساز هی ماشین بساز مدل بالاتر هواپیما بساز ترن بساز مترو بساز اما چی شده آلودگی هوا ترافیک آلودگی صوتی بشر داره خسته میشه بشر داره نابود میشه حالا تو کشوری ما و منطقه ما نگاه هم ببینید در خود اروپا در حالا پای تخت های تهران رو ببینیم. همه مردم بخوان یکی یه ماشین داشته باشن چه میشه؟ 70 میلیون جمعیت بخواد در این هر کی یه ماشین داشته باشه الان که 10 میلیون انقدر ترافیکه 10 میلیون ماشین انقدر ترافیک تولید کرده حالا اگر 70 میلیون ماشین بشه کل پایتخت کل کشور میشه یک پارکینگ بزرگ دیگه همه باید بیان پایین دیگه فقط شهرها میشه جای پارک ماشین ها فقط حرکت دیگه امکان نداره خب حالا تکنولوژی به بشر اینو داده آیا حرفی دیگه برای گفتن داره جز اینکه این که هی مدرن ترش بکنید و هی سرعتش بیشتر کنید نه اما بشر الان وابسته شده به این ابزارها و بیچاره شده چقدر تصادفات چقدر کشته ها اما بشر وقتی برسه به جایی که تمام نیروها در خودش باشه خودش میتونه حرکت کنه با این بدن بدون هیچ ابزاری در زمان امام زمان اگر کسی با موشک های با سرعت نور هم حرکت کنه همه بهش میخندن میگن چقدر این عقب افتاده است بیچاره هنوز با موشک نوری میره طی و سما ولد نیست و حرکت چقدر لاک پشتی خواهد بود اون روز با سرعت نور خیلی لاک پشتیه بله در اون زمان میخندن اینا آدم های عقب افتاده هستن در اون زمان اگه شما زنده باشید که انشالله هستید دست بچه‌هاشون رو می‌گیرن مردم میان تو موزه ها دیگه ترن و نمیدونم هواپیما و فضاپیما رو نشون میدن میگن اجداد ما اینقدر بیچاره ها عقب افتاده بودن که با موشک به فضا می‌رفتن بلد نبودن طی و سماوا کنن با جرصغیر اشیا رو بلند میکردن. بلد نبودن با اراده این کارو بکنن روزی میاد که بشر به زندگی ما قبل خودش میخنده. که چقدر عقب بود من که مثل که الان بله میخندن به گذشته ها بله ولی خنده اون روز خیلی بیشتره به ما ها که ما تازه حالا قدیمی خودشون خیلی متمدن و مدرن نمیدونستن ما خودمون اون خیلی مدرن و متمدن میدونیم در حالی که هیچیم هیچ قدرتی نداریم چه قدرتی داره امروز بشر الان یه زلزله میاد کدوم دولت کدوم بشر میتونه جلوشو بگیره اما در اون عصر تمام زمین در اختیار انسان زلزله بخواد بیاد یک انسان متصل ببیند اراده میکنه که نه حق نداره بیاد زمین آرام نیست نمیتونه ناتوان در مقابل سیل همه ناتوان در مقابل سونامی ها ببینید یه آتش در اروپا پیار سال بود فعال شد هفت تا هشت کشور تمام پروازاشون تو دو هفته لغو شد کی میتونه جلوی آتش فشان رو بگیره یه چاه آمریکا آتش گرفت هشت ماه چند ماه سوخت نتونستن کاری بکنن انسان خیلی ناتوانتر از این حرف هاست که بتونه طبیعت رو امروز با تکنولوژی به انحصار خودش یا تحت تسلط قرار بده انسان تنها میتونه با اتصال به قدرت بینهایت تسخیر کند نه تنها زمین را بلکه کهکشان ها را و آسمان ها را فقط از راه اتصال به بینهایت می شود و روز این اتفاق خواهد افتاد این آرزوی بشر است و روزی منجی بشریت خواهد آمد و این اتفاق را تحقق خواهد داد حالا بقیه موارد را می شود اگه فرصت کردیم توضیح مختصری خواهیم داد و الله علی محمد و علیه